آمریکا بالاترین نرخ تولد نوزاد و از مادران نوجوان در بین کشورهای صنعتی پیدا کرده. این در شرایطیه که سازمانهای بین المللی به شدت برای ازدواج قانونی و مشروع برخی از دختران زیر 18 سال در کشورهای اسلامی ابراز نگرانی میکنن و اساساً حق برقراری چنین پیوندی رو زیر سوال میبرن و ظلم به زنان میدانن. این خشت کج و روابط بیبندوبار جنسی و تولد یا سقط کودکان در سنین بالاتر هم ادامه پیدا میکنه، به طوری که یه نفر از هر 3 نفر زن آمریکایی تا سن 45 سالگی یه بار سابقه سقط جنین رو داشته. در یک نگاه کلی 22% از حاملگی ها به سقط جنین ختم میشه. آمارها و شواهد سالهای اخیر برای سقط جنین با دلایل زیادی که برای اون ذکر میشه زنگ خطر بزرگیه که باید اون جدی جاهلیت مدرن. وقتی یک جاهلیت انجام میشه مردم تعجب نمیکنن چون فرهنگ عمومی شده. در زمان قبل از اسلام اگه یک بچه‌ای رو زنده بگیر، دختر رو زنده بگیر میکردن، مردم تعجب میکردن؟ نه، الان یکی این کارو کنه مردم تعجب میکنن. دستشو میگیرن میکشنش دادگاه، حکم اعدام میشه میگیرن. رسانه‌های روسیه روز دوشنبه از کشف چندین بشکه حاوی جنین‌های سقط شده انسان توسط یک فرد ماهیگیر خبر دادند. به گفته پلیس دست کم 248 جنین 12 تا 16 هفته‌ای انسان در این بشکه‌ها وجود دارد. گفته می‌شود این بشکه‌ها دارای برچسب‌های مخصوص بیمارستان هستند. اما همین الان آدم‌کشی دوباره باب شده که هیچکی نمی‌بینه. سقط جنین. همون اتفاقه، یک بدترش داره میفته. سالانه 55 نزدیک به 55 میلیون انسان اینطور دارن جانشون از دست میدن. کل 23 سال جنگای پیامبر من جمع زدن. این آقا میگه آی محمد پیامبر شمشیر است، من جمع زدم تو 23 سال تمام جنگای پیامبر اونی که از سپاه دشمن کشته شده 1100 تا 1300 نفر بوده. کیستی؟ دختر شماست نه؟ خیلی شبیه شماست. چشمهای قشنگی دارد مثل خودتان. خوش به حال شما که دختر دارید. دختر رحمت است.